بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما مؤثرین گرامی، امید از اینکه خوب و خوش و سالم و سلامت باشین، دور از کرونا باشین. به سلسله درس های قبلی که ما شما ماشین های داشت یا ماشین های مراقبت شروع کردیم، به صورت کل مؤثریت از این خدمت شما ارائه شد. ادمای از این ماشین ها که قرار است ما شما در این جلسه و جلسات بعدی در این فصل درسی خود تحقیق بکنیم، اونا خدمت شما ارائه شد. و امروز سایر ماشین هایی که زیر ماشین های داشت یا مراقبت قرار میگیره، اونا رو خدمت شما ارائه کنیم. کالتیویشن ماشین ها یا ماشین های بجین و سله شکنی، وقتی میگم ماشین های وجین و سله شکنی، اینا دونه ماشینه، یکی سله شکنی میکنه که بعد از اینکه سله شکنی کرد، در اون جریان که سله شکنی صورت میگیره تا عرف عرض میکنه. و ماشین های وجین وقتی ما شما از بین بردن عرف عرض میکنه، طبعا عملیه چی؟ عملیه سله شکنی نمجام. خب اینا دو تا ماشین های جداگانه هستن و یک صرفا بعضی ها بعضی هدف اینه که یعنی میتونه سله شکنی در مزرعه انجام بشه. و شما میبینید این ماشینیه که تا پنجغازیه و همون ساختمان کج مانند پنجغازیه که در این ماشین قرار گرفته، در بین ردیف ها عبور میکنه و عملیه سله شکنی رو انجام میده. شما میبینید که این مزرعه حتی آری از علف هرز است. پس عملی بجین تقریبا اگر علف هرزی هم باشه از بین میبره. خب هر صورتی بیشتر هدف از اینه که عملی های چی انجام بده؟ سله شکنی. وجین و سله شکنی بود است از عملیات و مدرسه زمین گفته میشه که پس از بعد کاری انجام میگیره. ببینید وقت سله شکنی عموما در بعضی از خاک ها که مقدار چسبندگی از این رو زیادتر است و در روی زمین حالت یک لایه های پوستک مانند قرار میگیره که او بسته با ساختمان خود خاک و اینا هم متفاوت است و ای بعد از آبیاری که زمین شدیار میشه و زمین آبیاری صورت میگیره و عملیه کشت انجام میشه، در روی سطح خود خاک یک لایه به وجود میاد که این لایه مانع جرم نشان میشه، مانع جوان زنی میشه و ایجاب زیر میکنه که ما بعد از اینکه تخم در زمین قرار بده، اطراف خود از این جوان ها رو چکار بکنیم؟ ما چکار ایره سست بکنیم، سر و زیر بکنیم، خاک زیر حرکت بدیم تا اینکه مانع چی؟ جوان زنی نشه، اطراف از این حرکت. و همچنین اگر علف هرزی هم که وجود داشته باشه برم از بین. واژه کالتیواتور که در فارسی وجین کن نامیده میشد، وسیله که برای عملیات وجین و سله شکنی در زراعت ردیفی نباتات طراحی شده. حالا من کالتیواتور که خود از او وجین کن هم میگن، که خود از این عملیه سله شکنی و وجین، هر دو عملیه هم وجین میکنه، هم علف هرز از بین میبره و هم خاک اطراف محصول ما شما نبات ما شما رو چکار میکنه؟ سر زیر میکنه. خب بعضی کلتیواتور های مزرعه از این گروه مستثنا هستن. انواع کلتیواتور و کلاخ شکن مسحری بیشتر برای سر زیر کردن خاک، خرد کردن کلوخه ها و از بین بردن قطعه زمین. خب کلتیواتور ها رو قبلا هم خدمت شما ارائه کردم. خب اینها نظر به اون کار کرد و نظر به ساختمان از اینها که خرد و بزرگ داره، میتونیم اینا بعضی از اینها مستثنا باشه و بعضی از اینها حتی در مرحله کاشت و مرحله آماده سازی زمین مورد استفاده قرار، اما اکثریت از اینها بیشتر در مراحل وجین و سله شکنی استفاده میشه و بعضی از کلاخ شکنهای دیگه مثل مورد سر زیر خاک کردن مثل مالا و غیره و غیره، اینا چکار میشن؟ مورد استفاده قرار.
مهمترین عملیه ای که این ماشین ها انجام میده اینه که علف هر زر از بین میبره و پوستک و لایه‌ای که در روی سطح خاک ایجاد میشه بعد از اولین آبیاری باعث از این میشه که اون لایه را از بین ببرن، که شما دقیقا اینه میبینیم در تصویر یک لایه سفید رنگی ایجاد شده و این لایه ها انشالله باز دفعه دوم که اگر آبیاری صورت بگیره کمتر چکار میشه؟ کمتر با خود خود ایجاد میشه و به مرور زمان مانع جوانزنی نمیشه. خب دیگه در داشت محصول ها نیز برای حذف علف های هرز استفاده زیادی از اونا میشه. خب علف هرز شما این مضمون رو خواهد خونده، علف های هرزه همیشه مشکلات خیلی زیاده در خود زراعت به وجود آورده و همین علف های هرزه هستن که سطح محصول کاهش دادن و اکثریت دهاقین ما اکثریت کارهای زراعتی از اینها معطوف شده برای وجین و سله شکنی و بیشترین تحت تاثیر که قرار میگیره اکثریت دهقان‌ها از علف‌های هرزه هستن و اینها رو کوشش میکنن به طریقه‌های کیمیاوی از بین ببرن، خود از اینها از لحاظ زیست محیطی باعث میشه که زمین و محیط را آلوده بکنه و همچنین قیمت های گزافی هم دارن و همچنین میتونم بگم به مرور زمان باعث از این میشه که خود خاکر آلوده و زهرگین بسازه. پس پناهن به بهترین روش و بهترین شیوه کنترل علف های هرز توسط از بین بردن علف های هرز توسط وسایل مختلف و مواجین کن و سل شکن است که اونها رو ما چکار بکنیم؟ از بین ببریم تا ای که مانع رشد و خود نموی محصول ما شما نشه. به ویژه نوعی که به ویژین کن چرخان یا روتری داریم و یک دیگه هم روتیواتور است، فکر کنم ویدر هم میگن موسوم است، روتری ویدر یا ویژین کن چرخان میگن که دارای چرخهای و دندانه انحنا داره و برای حذف علف های هرز و زیر رو کردن لایه رویی خود خاک به کار میره. خب این یک شکل روتریز داره به خود خواهد. یک حالت نداره سکن تصویر هست آخه اون تقریبا تقریبا میتونیم همین وسیله رو شما ببینین، یک حالت هست که حالت چرخانه و حالت روتری قرار میگیره و یک وجینکون دستیه، اما تصویر بیشتر از این داخل کتاب شما شاید باشه که شما میتونم اون رو ببینید. دیگه در زراعت برای حذف علف های هرز از بین بردن هرز بین ردیف ها و شکستن سله خاک بیشتر از انواع کلتیواتور موتوری که با دست داد میشه شما میتونم روش از اونا استفاده. بعضی خود کلتیواتور هایی که توسط دستن و عملیه خود سله شکنی انجام میشه و همچنین از بین بردن خود علف های هرزه. ای وسیله و یا ای دستگاه را قبلا تشریح کردم، شما میبینیم یک وجینکون و سله شکنیه که در داخل مزرعه به قسمت پیش روی خود ترکتور قرار گرفته و باعث از این میشه که در بین ردیف ها به سادگی بره و عملیه سله شکنی را چکار بکنه؟ انجام بده. این هم یک کلتیواتور دستی و یک وجینکونیه که به صورت دسته و او حالت چرخشی و دورانی داره که انشاءالله اگر ما شما به خیر بازدید از ماشین آلات داشتیم انشاءالله میشه که می وسیله ها رو ما دارند و میشه از میکانیزه و از کدام جای دیگه اینها رو ببینیم به صورت عملی. این هم یک آله و یا یک وجینکون و یا سلشکنیه به صورت دستی روی سطح خاک قرار میگیره و باعث از این میشه که عمل فرض از بین ببره و هم عملیه سله شکنی را انجام بده. دیگه وجینکون
یعنی از بین بردن الفای هر بین ردیف ها و وجین کنه برد از وسیله که برای از بین بردن خود الف هرز در مزاره کار گفته. دونه وجین کن بیشتر معموله یک پنجه غزی و یک دندانه. دندانه حالت های دندانه داره و پنجه غزی هم حالت یک آهن کجیه که شما تفاوت بین پنجه غزی و دندانه میتونین در این تصویر به صورت واضح ببینین و بیشتر اگر ویدیو از اینو خواسته باشیم شما میشه که از یوتیوب اونها را چکار بکنیم دریافت بکنیم و همچنین بیشتر کوشش کنیم که به یوتیوب شما دسترسی داشته باشیم. خب ببینین ما شما تجهیزات و ماشین های ادویه پاشی داریم. خب که این ماشین های سمپاش هست که من میخوایم اینا رو ساختمان از اینا رو به شما بگم و تا یک اندازه که پیش آمدیم انشاءالله انواع و اقسام از اینا به صورت بیشتر اما چیزهایی که در داخل کتاب شما بیشتر ذکر کرده اونها رو پیش میبریم. خب سمپاش ها ویژین سلده شکن اینا رو خب موضوع ختم شد و شما گرفتیم ماشین های سمپاش و یا ادویه پاش هر سال میگه 25 تا 30 درصد کل مسئولات توسط حشرات علف های عرضه و عوامل بیماریزای نباتی از بین میره و این رقم در صورت عدم مبارزه تا 80% افزایش پیدا. خب یک مسئول وقت ما شما کشتی رو انجام بدین عملیه داشت و یا مراقبت درست و صحیح وقتی که صورت نگیره خود از این باعث از این میشه که سطح مسئول ما شما کاش بده و قسمی که قبلا هم خدمت شما اشاره کردم اکثریت دهقین ما و شما از ناحیه علف های هرز متضرره. حشرات آفات و امراض همیشه اینها باعث از این شدن که امروز شیوع امراض به اندازه زیاد است که همیشه نباتات مورد حمله قرار میده و خود کنترل از اینها و مراقبت از این نباتات در مقابل امراض و در مقابل علف های هرزه خیلی دشوار است و این ایجاب زیر میکنه که ما ماشین های مدرن داشته باشیم و ماشین های باشه که این عملیات رو برای ماش انجام بده. مثلا اگه سمپاشی و ادویه پاشی در یک دوز ما خواسته باشیم میره انجام بدیم توسط دست اولش و امکان پذیر نیه حالا همو حداقل یک فشاری ساده ما که ما شما این کار انجام بده و یک دیگه توسط دست و توسط انسان این عملیات چی امکان پذیر نیست و دیگه اگر ما شما مبارزه نکنیم خود طبعا تا اینجا 80 درصد گفته بیشتر از 80 درصد امکان از این میره که ما شما مسئولات ما متضرر سمپاش های مزرعه وسایلی هستند که از اونها برای پخش مواد کیمیاوی به منظور کنترل انواع مختلف حشرات دیگه حشرات آفات و بیماری ها بکار میرد. خب پخش مواد کیمیاوی شامل سمپاش میشه هر نوع محلول هر نوع گردپاش و هر نوع مواد کیمیاوی که ما و شما در مرحله مراقبت از نباتات خود در مزرعه انجام میدین و هر نوع وزی ادویه هایی که تطبیق باشه شامل ماشین های سمپاشی و یا شامل ماشین های ادویه پاشی میشه. این یک نوع سمپاشیه یک نوع سمپاش موتوریه که روی یک شاسی قرار گرفته و شاسی هم روی دایره و توسط نیروی دست هدایت داده میشه از یک طرف دیگه میره و این شامل نازل است نازل زی هست و پیپ زی هست و ماشینه که بین قسمت بین وسط مخزن و ما بین مخزن و خود شلنگ ازی قرار گرفته و خود از این ماشین باعث از این میشه که مواد سمیر و یا مواد کیمیاوی که به صورت محلول در این مخزن قرار گرفته با یک فشار زیاد از مخزن ای را کش بکنه و ای را بگیره و ای را چکار بکنه هدایت بده به مو پیپا و یا شلنگ هایی که او داره و همچنین توسط نازل خود از این مواد کیمیاوی چکار بشه
به صورت ذرات ریز یا اتمیزه بشن، بعد از اینکه اتمیزه شدن به ذرات خرد و به یک مقدار معلول کم و به یک دوز کم بتونه ما و شما چکار بکنه؟ در یک ساعت وسیر پوشش بده و سمپاشی صورت بگیره. ساختمان یک سمپاش، مخزن سم، مخزن سم خب من شما میبینید همین قسمت زرد که برای ازی قرار گرفته، این مخزن سم است و محلول خوده در پیمانه 2 در 1000، 3 در 1000 و حرارت که داریم نظر به اون متخصص و نظر به عموم هدایت که لازم میبینیم میگیریم و یا هدایت که میدیم در قسمت تطبیق ازی، یعنی او سم آماده میشه و معلول ما شما که آماده شده در خود ازی ذخیره ازی ذخیرگاه ازی و مخزن ازی قرار پمپ، که این پمپ هم گفتم وسیله که در روی ازی قرار گرفته و نیروی خود از او موتور که به کنار ازی قرار گرفته میگیره و باعث ازی میشه که چکار بکنه اینا را پمپ بکنه. دیگه شاسی است، موتور، پمپ و مخزن به روی ازی قرار گرفته و باز رو تایر وصله. شیر تنظیم است، خب که شیری هم داره که اون قسمت روی پمپ تنظیم میشه، صافی ها، لوله و نازل، به همزن، فشار سنج. خب فشار سنج هم یک آلت است که شما در روی پمپ میبینه و نصب است و همو فشار حرکت خود چیر خود انتقال سمر در روی خود مو درخت و در روی مو ساحه که ما و شما میخواییم عدوی پشی بکنیم نشان میده و او را چکار میکنه قرار میده. دیگه سمپاش دستیه، اگر از جمله سمپاش ها میخواییم برای شما بگم، عموما یک سمپاشیه که بیشتر برای منزل ما و شما داریم. شما همی اخیرا جهت کنترل از کرونا ما و شما هر یک میفهم خانه شما یک سمپاش وجود داره، حالا خیلی کوچکن، حالا دستی هن 5 لیتر، 2 لیتر، 1 لیتر، جهت ضد عفونی کردن خونه ما و شما با کرونا از استفاده کرده که اینا سمپاشگاه خود از یک مخزن و یک پیپ تشکیل شده و پیستون و پمپ به وسیله دست در داخل سلندر و هوا رو خب اونا 20 لیتری هایی که شاید از اونا به خونه استفاده نکرده باشن که اون خود پیستون و پمپ از او یک جای هست و توسط نیروی دست ای هوا میگیره و بعد از او چکار میکنن؟ نمو مواد در برکت من و مایه رو به یک فشار به قسمت بالا حرکت میده. این هم شما میبینین یک تصویر از اینا که یک سمپاش دستی است و حالا همین سمپاشگاه دستی که به طرف پشت قرار میگیره و بعد از این محلول انتقال میده به روی سطح خود نباتات، این هم نوع از اینا و بازار برای فعلا هست که برقی است. انشاءالله در جلسات بعدی با سایر از ماشین های داشت و ماشین های مراقبت انشاءالله در خدمت شما قرار خواهم گرفت. بخیر باشین، ایام بکام شما.